پس از اعتراف به گسترش ویروس جهش یافته در 28 استان کشور، روحانی با تکرار پنهانکاری گفت جز استان خوزستان که حالا حساب خاصی داره و بقیه استان‌ها شرایط نسبتاً خوب و معمولی دارن، حالا ولی که در یه استان مواجه شدیم ولی در کشور مواجه نشدیم. اما همین روز سخنگوی ستاد حکومتی کرونا گفت الان ویروس جهش یافته در 28 استان کشور ما این ویروس جهش یافته شناسایی شده و در حال گردش هست. چرا روحانی با پنهان کردن ویروس جهش یافته میخواهد تبادلات و مسافرت‌های نوروزی حتما انجام شود؟ آقای وزیر بهداشت میگن قسم میدن که نرین مسافرت. وزیر کشور میگن که قرار رنگبندی کرونایی اعلام بشه که بعد دوشنبه 25 خب بالاخره دکتر این خودش یه بلا تکلیفی میاره. بذارید من یه توضیح بدم. وزارت میراث فرهنگی از اونور میگه ما تور برگزار میکنیم با پروتکل، بیاین ثبت نام کنین و ها. فروش بلیط های نوروزی بی کم و کاست حتی برای شهرهای قرمز هم ادامه داره. بلیط برای همه شهرها فروخته میشه. یک رسانه حکومتی با اعتراف به اینکه در بالای نظام تفکر سپر انسانی حاکم است هشدار داد به نظر می رسد سیستم تفکر کشور هنوز به سمت ایمنی جمعی با استفاده عفونت طبیعی است و یا اینکه برخی متوجه نیستند چه اتفاقی می افتد. دود تمام این مسائل به چشم مردم می رود. همه جای دنیا ایمنی دست جمعی با واکسنه. ببین این یک حرف باطلیه که فقط سیاست گذاران رو به غلط در واقع به سمت مسیر غلطی میبره. ما فکر کنیم با عفونت میتونیم به یک ایمنی دست جمعی برسیم. خطا کردیم اون وقت و در واقع جفا کردیم به حال کسانی که از بین میرن. جفا کردن یا جنایت، جنایت ادامه دار. راستی پاسخ جنایتی که به مرگ هزاران انسان بیگناه منجر شده است چیست؟ امنی هشدار میدم به تو و اعوان و انصارت، گوش کن، چهارشنبه سوری نزدیکه، چنان آتشی بپا کنیم که ریش و ریشه کثیفت بسوزه، نشت را میسوزانیم. ما در زمین ایران برای شما جایی نداریم، بی ریشه خون و شام مرگت فرا رسیده.